خدا شاگردای عزیز و گرامی سلام علیکم جور هستین بخیر هستین صحت شریف خوب به بخیر هستین خب جور باشید شاگردهای عزیز و گرامی کارخانگی جلسه قبل به ما روان کردین یا نه خب قرار بود که کارخانگی رو به ما روان کنین درست است خب چه رقم روان میکردین گفتیم که با نمبر دو صفر و شست و چل سیزده سیست میتونید در واتساب با ما روان کنین یا میتونید با فیسبوک هم در فیسبوک هم میتونید با ما در ارتباط شدین ولی با واتساب در ما روان کنین بهتر است خب پس شاگرده عزیز و گرامی کارخانگی را حتما با ما روان کنین همین نمبر که خاندم زیر هم برید میشه سیست حتما با ما روان کنین و اگر کدام گپی سوال انتقاد پیشنهادی دارین میتونید با ما در میان بذارین از طریق همین نمبر که براتون خاندم درست است؟ شاگردای عزیز و گرامی فصل اول اعداد حقیقی جلسه سوم درست است اعداد حقیقی است جلسه سوم است ما و شما قرار است که امروز چه عنوان هایی را با همدیگه بخوانیم پس اهداف جلسه سوم ما و شما چی است یک جذر اعداد اعشاریه دار را میخوانیم درست است خب ما جذر را یاد داریم دیگه نه جلسه قبل خواندیم در جذر تقریبی به روش عمومی و روش اوسط دو تا روش خواندیم ولی روش عمومی مهمتر و بهتر است سیست پس ما جذر اعداد اشاریه را به روش عمومی باز میخوانیم و بعد از چی میخوانیم امتحان جذر امتحان جذر چی است امتحان جذر به به شکل است که خب یک جذر ما شما حل کردیم از کجا بفهمیم انمی است، شاید غلط باشد درست است از یک تا روش باید باشد که ما وقتی او را حل کردیم بفهمیم که ای درست است یا غلط است فهمیدی پس ای میشه چی امتحان جذر که باز ما برات میگم چی است و در آخر چی میخوانیم جمع و تفریق اعداد جذردار درست است که ما یک تا یک تا یار سر تخته برات تشریح میکنم که بفهمی جذر اعداد اعشاریه دار جذر تقریبی بر روش عمومی رو یاد دیگه نه گفتیم چکار میکنیم دو رقم دو رقم از سمت راست جدا میکنیم خب یاد داریم دیگه نه و بعد از اون بعد چی خواندیم گفتیم که به ما به عنوان مثال میگه جذر این عدد تا یک رقم اعشاری حساب کو گفتیم بعد اعشار خود عدد اصلی باید چند رقم باشه دو رقم باشه وقتی با ما گفتیم یک رقم اعشار حساب کو جواب تو در خود عدد اصلی باید دو رقم اعشار داشته باشه یه دو میماندیم درست اگر به ما میگفت تا دو رقم اشاره جذر حساب کو جواب دو رقم اشاره داشته باشد گفتیم به خود عدد اصلی رو باید بعد اشاری چند رقم صفر بونی چهار رقم درست شد فهمیدید دیگه نه؟ اما سوال اینجاست که یک تا جذر به عدد به ما بده بگه جذرش بگیر خود از او اشاره دار باشد حالا چیکار کنیم به عنوان مثال پس بون من نوشته کنم جذر اعداد اشاره دار به این چه رقم میشه یک تا عدد به عنوان مثال نگاه کنید شاگرد عزیز جذر 23.5 گفته جذر نی عدد دریافت کو ما خو خب ما شما قبل میدونستیم اگر 23 تنا بود خب ما گفته تا یک رقم اشار ما چی میکردیم بعد از خود ما یک اشاره میماندیم دو تا صفر بعدش میماندیم اگر میگفت جواب تا دو رقم اشاره با باشه چی میگیم چهار تا صفر میماندیم اگر میگفت سه رقم اشاره 6 تا صفر میماندیم دو برابر تعداد اشاره دیگه نه و یک نکته دیگه هم گفته بودیم در پایان جلسه آخر دیگه جلسه قبلی ما در پایان جلسه چی گفتیم گفتیم باقی مانده هم باید تعداد اشاریش با عدد اصلی مساوی باشد فقط جواب نیم تعداد اشاری عدد اصلی است دیگه نه عدد اصلی اگه ما چهار رقم صرف داشته باشیم در دا خود جواب چی میشه دو رقم اعشاری میشه و در با چی میشه با باید با عدد تعداد اشارش با عدد اصلی مساوی باشه یعنی عدد اصلی ما چهار رقم بعد از اشاره صفر مانده باشیم باید با قمانده ما چهار رقم اشاریه داشته باشه اینو خو گفتیم جلسه دا قبلی اما سوال ده اینجاست که اگه یک عدد ما به شک داشته باشیم 23.5 خود از اشاره داره گفته این را تا یک رقم اشاره حساب کنید خب کار نداره ما دقیقا همون تعداد باید رعایت کنیم خب بعد اشاره باید دو رقم داشته باشه خب من یک تا خودش پنج داره یک تا صفر من میمانم که چند شوه دو رقم شوه صحیح دو رقم نمانی اگه دو رقم صرف بانی باید سه رقم بعد اشاره میشه غلط میشه تعداد ارقام بعد اشاره باید جفت باشد یا دو باشد یا چهار باشد یا شش صحیح شد پس این جهد رو ما دریافت کنیم چون خود از سوال خود از عدد اشاره دارد بعد اشاره یک رقم دارد من یک تا صرف برش میمانم صحیح پس میشه بیسی اشاره پینجا. حالا میرم چی میکنم جاز دریافت میکنم جاز ازی هست است یا تن است چیکار میکنیم دیگه گفتیم بعد جاز ازی میخوای دریافت کنن ای جاشیره را در فکر نباشه اشاره کار نداشته باش در آخر باز اشاره بان سیست پس به ما و شما ای کار اجازه انجام میدم یاد داریم سیست خب دو رقم دو رقم, دو رقم از سمت راست جدا میکنیم دو رقم دو رقم از سمت راست یعنی دو رقم یعنی دو رقم این دو رقم آخر 23 مانده یک تا عدد بگو که در خودش ضرب شوه از 23 کوچکتر یا مساویش باشه چند 5 پنج پنج, پنج؟ 25 خب 5 قبول نیست از 25 از کلانتر میشه نه خیلی 4 هست دیگه 4 4 4 4 16 باقی مانده چند میشه 16 از 23 سه کم کو صحیح است 16 تا 24 4 چار... تا صحیح است هم 3 تا میشه چند تا 7 تا پس 16 23 منفی میشه 7 مرحله بعد چی میکردیم دو رقم بعدی رو پایین انتقال میدادیم پس چی میشه 50 میای پایین پس میشه 750 حالا چی میکردیم اینی چهاره که اینجا هست دو چند میکدیم چهار زبدره دو چند میشه اشت پس اشت در اینجا نوشتن میکنیم خانه خالی زبدر خانه خالی گفتیم باید یک تعداد بانیم مثلا دو رو بانیم میشه دو, دو از این کمتر شوه یا سه رو بانیم باید بانیم که ببینیم کدامش میشه دیگه نه؟ خب ما بانیم که دیگه خیلی کوچکتر نشوه دیگه باید نزدیکش باشه چند بانم رو ببینیم چی میشه 89 زب درنده نو نو 81 یک. یک شده اینجا بالا نمیشه نمی یاد داره نه اشت نو افتادو دو افتادو دو که چی میشه افتاد با اشت؟ میشه اشتاد میشه اشتاد که از افتادو پینجا؟ پس 9 نیست پس این چی است اشتا بانیم 8 اشت چک کنیم اشت اشت. اش اشت و در 8 اش چارش ده اینجا ششش ده ای بالا. اش که چی میشه؟ 84 با 6 864 ببخشید 64 با 8 میشه 64 میشه 70 سیف پس میشه یعنی 70 میشه 74 از 750 خوب کوچکتر است پس خوب است یعنی ما 8 تا باید بونیم پس داخل از خانه خالی چند تا میمانیم 8 تا میمانیم 8 ده اینجا ضرب در چند میشه ضرب در 8 میشه سیف 88 ضرب چند شد شد 704 704 خالی منفی میکنیم میره منفی میکنیم چی میشه؟ چهار از صفر نمیشه از کنارش یک تا میگیریم این پنج میشه چهار اینی میشه ده چهار از ده شش صفر از چهار چهار افتم از افت صفر سعیست؟ بیشک شد خب آل یعنی هشتی که در اینجا نوشته کنیم در بالا انتقال میدیم هشتم در این بالا انتقال میدیم خیلی چی میشه چلاشت آلی دقت کن شاگرده عزیز ما چی شد خلاص جذر ما؟ درست است عدد اصلی ما چند رقم اشاریه دارد دو رقم اشاریه دارد عدد جواب ما چند رقم اشاریه داشته باشد گفتیم نیمیش چند میشه یک رقم پس اینجا یک تاشاریه میمانیم پس شد چهار اشاریه 8 درست است. اما باقی مانده فکرت باشه باقی مانده چند رقم گفتیم باقی مانده با عدد اصلی تعداد اشار از باید مساوی باشد در این چند رقم اشار داریم دو رقم باقی مانده باید دو رقم شود پس میشه چند صفر اشاریه 46 صحیح شد پس شاگردهای عزیز جذر اعداد اعشاری دارم بسیار آسان است دقیقا مشابه چی هست اما جذر عمومی هم روش عمومی که یاد داریم فقط فکرت باشه بعد اعشاری اگر یک رقم اعشار داشت یک تا باید بانی که دو رقم شود اگر دو رقم داشت خب نیاز نیست همون را انجام میتیم درسته چون گفتیم بعد اعشاری باید تعداد رقم های بعد اعشاری چی باشد جفت باشد یا دو تا باشد یا چهار تا باشد یا شش تا باشد صحیح فهمید چی رقم شد دیگه نه پس این از چی شد عزیز جذر اعداد اشاریه دار اما سوال در اینجاست شاگرد عزیز ما و شما یک تا جذر رو حل کردیم به عنوان مثال همین جذر قبلی رو حل کردیم از کجا بفهم انمی صحیح شاید غلط باشد نه به با عنوان مثال یک تا سوال ما به شما بدم سوال کارخانگی یک حل میکنه یک از شاگرد حل میکنه جوابش دیگه چیز میکشه یک شاگرد دیگه یک جواب دیگه میکشه کدام صحیح حل کرده کدامش غلط است پس ما و شما نیاز به چی داریم یک تا روش یک تا روش که بفهمیم انمی جذر ما و شما سیال کردیم یعنی پس امتحان جذر باید بفهمیم اما تو که شما در سنفای اول دوم سوم هم چهارم پنجم بود دیگه نه ازم در سنفای اول دوم سوم چهارم پنجم خوانده بودین که ما و شما تقسیم امتحان میکدیم که یک عدد به دیگه عدد تقسیم میکدیم بعد چی میکدیم امتحانش میکدیم می انمی اگر باشه انمی چک میکردیم درست است یا غلط است دیگه نمیفهمیدیم پس ما یک روش برای امتحان کردن جزرم داریم پس ما و شما میریم سر تخته و امتحان جذر میخوانیم امتحان جذر درست که یک جذر ما و شما امتحان کنیم که صحیح است یا غلط است امتحان جذر امتحان جذر به چه شکل است یک تا مثال ما برد میزنم و حل میکنم و باز آخر امتحان شد رویش برد میگم که اینی شرایط اگر داشت جذر ما صحیح است اگر نداشت غلط است درست شد خب پس به عنوان مثال جذر چند نمیخوام میخوایم حساب کنم به عنوان مثال جذر 149 را گفته حساب جذر 149 رو گفته حساب کو ببینیم چی رقم میشه خب چیکار میکنیم جذر 149 رو گفتیم دو رقم دو رقم از سمت راست باید جدا کنیم نه دو رقم دو رقم از سمت راست جدا میکنیم صحیح است آخر عدد چند میمونه یک میمونه خب یک عدد بگو که در خودش ضرب و از یک کوچکتر یا مساوی باشد و اگر دو بانیم دو دو چهار خب بیشتر از یک میشه پس چند است یک است آفرین یک بان یک زب در یک چند میشه یک زیرش خط میکشیم منفی میکنیم یک منفی یک صفر سهیست دو رقم بعدی رو در پایین میاریم چی میشه؟ چلو نو درست است دیگه نه؟ باز چی بکنیم شاگرده عزیز؟ چی میکنیم؟ ما گفتیم که اینی یکی که در اینجا نوشته کردیم دو چند میکنیم. زب در دو کنیم زب در دو چند میشه؟ یک زب در دو میشه دو پس در کنار یک تا دو, دو نوشته میکنیم. خانه خالی زب در خانه خالی این خانه خالی رو باید ما شما پر کنیم که چه عدد بانم؟ که اگر یک بونم میشه 21 ضرب در 1 از 49 کمتر اگر دو بانم چی میشه 22 ضرب در 2 میشه 44 هم صحیح است اگر سه بانم چی میشه 23 ضرب در 3 میشه 66 درست است که از 49 بیشتر میشه پس همو دو صحیح است پس دور بوید بونم نه دور بونم نگاه کنید 22 ضرب در 2 2 2 4 2 2 هم 4 میشه چند 44 که از 49 کوچکتر است پس دو صحیح است پس دیگه چند میمونم دو 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 22 زب داره دو چند شد؟ چلو چار چلو چار منفی چلو نو چار از نو چند میشه؟ پنج میشه چار از چار هم میشه سفر پس چی شد جزم ما شما خلاف شد؟ جذر ما چند شد؟ اینی دو هم که دنجا نوشه دو بالا انتقال میدیم پس چند میشه؟ شد دوازده پس جزر یکصد چند میشه؟ دوازده میشه باقی ماندهش چند است؟ باقی ماندهش پنج است درست است؟ خب سوال همینجاست که همی که ما شما همین یا غلط است درست شد؟ امتحان جذر همیشه دیگه که همین جذر که ما حل میکنیم از کجا بفهمیم صحیح است خب دقت کن شاگردای عزیز ما دو روش برات میگم اردو روش باید چک کنی اردو روش باید چک شه و بعد نتیجه میگیریم که جذر ما و شما صحیح حل کردیم یا غلط حل کردیم او چی است نگاه کنید ما باید چک کنیم باید جواب زب در جواب کنیم جواب زب در جواب جمع باقی مانده اگر شد این عدد اصلی ما جذر ما چی است. جواب در جواب یعنی مربع شود دوازده در دوازده جمع پنج باید اکساد چلنو شود است اگر شد است پس اول گفتیم چی هست؟ جا جواب اون جزر میگیم دیگه نه؟ جزر پس عدد اصلی ما عدد اصلی ما باید چی شود؟ جزر زبدر جزر سیست جمع باقی مانده جذر زبدر در جذر که جواب همین جذر ماست دیگه نه جذر زب در جذر جمع باقی مانده اگر عدد اصلی ما, شما شد چی است جذر ما سیل کردیم خب بریم چک کنیم میره چند میشه دوازده زبدر در دوازده دوازده زب در دوازده چند میشه دو دو چار دو یک دو در ده, ده میرسیم یک تا صفر میانیم یک دو دو یک یکم یک خط میکشیم اینا اردور با هم چی میکنیم جمع میکنیم صفر و چار. میشه چهار دو و دو میشه چهار یک تا پایین میشه یک و چل و پس دوازده زب در دوازده چی شد به این شد دوازده زب در دوازده جمع با ما و شما چند است؟ پنج است جمع پنج کنیم چند میشه؟ من مساویست اینجا نوشتن میکنه پایین دی پایان نوشتن میکنم دوازه زب در چند شد؟ یک پس جمع پنج چند میشه؟ که دقیقا هم عدد اصلی ما و شماست و جذر ما شما چی؟ صحیح حل کردیم خب سوال شاگردای عزیز آیا هم یک تا روش درست است؟ میگیم نه خیر ممکنه غلط کار کرده باشیم یعنی ایک باید صد فیصد رو چک کنیم یک تا روش دیگه هم هست که باید چک کنیم او چی است؟ او است که نگاه کنید به عنوان مثال به عنوان مثال شاگرد عزیز نگاه کنید که من فقط همین چک کنم کجاش غلط میشه به عنوان مثال من اینجا دور نمانم یک ابانم چی میشه اگر یک ابانم همین جذر من اینجا انجام بدم صرف جذر چند 149 گفتیم چند دو رقم دو رقم جدا میکنیم یک یک میشه یک باقی مانده صرف 49 در پایین انتقال داده میشه یک دو چند میشه میشه دو خانه خالی ضرب در خانه خالی است اگر یک ابانم میشه 21 ضرب داره، یک درست است 21 ضرب در یک چند میشه 22 یک میشه یک از نو کم کو 8 دو هم میشه دو, دو باقی میشه سیست عالی این کم دو والا انتقال میدیم چند میشه؟ یازده جذر ما چند شد؟ یازده یازده رو در یازده کن میشه یکصد 20 و و که دوست جمع کن یکصد باز همه یکصد میشه خب این است یا این است او غلط است پس او نگاه کنید شاگرد عزیز جذر زب در جذر جمع با قمانده عدد اصلی برای ازی هم درست است پس روش اول که گفتم کافی نیست تا روش اول باید باشد یک تا نکته دوم هم بگم اونو هم باید چک کنیم اگر او برقرار بود اردوش با هم برقرار بود میگیم جذر ما و شما چی هست صحیح است شد خب نکته دوم چی است نکته دوم به شکل است که باید جذر ضرب در دو کنیم یا دو چند کنیم جذر ضرب در دو جمع یک از باقی مانده بیشتر شود پس نکته دو جذر ضرب در دو صحیح است اینی را جمع یک کنیم باید از باقی مانده بیشتر شود فیس خب جذر ما شما اینجا چند است 12 چک میکنیم 12 ضرب در 2 جمع 1 باید بسازیم دیگه نه جمع 1 ببینیم چند میشه 12 ضرب در 2 میشه چند 24 جمع 1 میشه 25 پس میشه 24 جمع 1 مساوی 3 ما 25 آیا 25 از باقی مانده ما چند است باقی مانده ما شما 5 است 25 از 5 کلانتر است؟ بله پس صد فیصد این چی هست درست حل شده است فهمید چی رقم شد دیگه نه پس فکرت باید شاگرده عزیز دو تا نکته در امتحان جذر باید چک کنی یک تا چی؟ جذر ضب در جذر جعب باقی مانده باید با عدد اصلی مساوی شود و نکته دوم چی است؟ جذر زب در دو میکنیم و جوابش جمع یک میکنیم از باقی مانده باید بیشتر شود اگر بیشتر نشود غلط است چرا؟ اگر یادتون باشه نمی جذر ما چرا عمل کردیم در اینجا اگر حل کردیم نگاه دست دیگه نه گفت نمی جذر نگاه بهش این 149 چند ما نیم گفتیم دو رقم دو رقم جدا کو میشه یک, یک 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 باقی مانده از صفر 49 در پایین انتقال داده شد باز یک دو چند کردیم شد دو خانه خالی زب داره خانه خالی که چند ما نیم یک ماندیم دیگه نه شد چند 21 زب داره شد 21 باقی مانده چند شد شد 28 صحیح و یکم دای بالا انتقال داده شد 11 حالا دقیقا گفتم که روش اول که دیدیم دقیقا هم صحیح بود اما روش دوم شد چک کن نکته دوم یازده زبدر در دو چند میشه؟ یازده زب در دو دی روش دوم دید. جز زبدار دو یازده دو چند میشه؟ بیست و یک میشه بیست و سه. باید از باقی مانده بیشتر باشه باقی مانده در اینجا چند است؟ بیست است که بیست ما از بیست هشت بیشتر نیست پس روش دوم ما میگه که این جز غلط است اینی که حل شفت غلط است بس فکرت باشه اینی هر دو نکته باید با هم باشد پس نکته اول جذر زب در جذر جمع باقی مانده باید عدد اصلی شوه و نکته دوم جذر زب در دو میکنیم جمع یک میکنیم باید از باقی مانده چی شوه بیشتر شود. درست شد پس شاگرد اگه فهمیدین چی شد دیگه نه امتحان جذرم این دو نکته را باید رعایت کنید پس من پاک میکنم پس شاگردهای عزیز این یک مثال کار کردیم جذر 149 چند شد 12 باقی مانده هم شد 5 که دقیقا ما هر دو نکته رو چک کردیم که درست است پس جذر ما و شما درست شد فامیل چی شد دیگه نه پس شاگردهای عزیز ای هم از عنوان دوم درس ما چی است امتحان جذر شاگردای عزیز پس امتحان جذر چی شد خلاص یک تیک مارک میکنیم و قسمت آخر ما و شما چی هست؟ جمع و تفریق اعداد جذردار ما شما بعض وقتها در مسایل ریاضی که کار میکنیم به می میرسیم که جذر دارند. مثلا جزر دو جمع جزر سه یا جزر دو جمع جزر دو پنج جزر دو جمع شش جزر دو به این چنین عداد میرسیم ایها را باید با هم جمع و تفریق بکنیم؟ درست است؟ پس عنوان آخر ما و شما چی جمع و تفریق اعداد جذردار که قوانین از چی است که با چه قانون و منطق ما باید این ها را حل کنیم جمع و تفریق اعداد جذردار پس نوشته کنم جمع و تفریق اعداد جذردار خب به چه به شکل است شاگرد از دقت کن ما با چند تا مثال به اول برای تشریح میکنم کامل بفهمید چی است که جمع و تفریق اعداد دار به چه شکل میشه ما میخوایم شما رو ببرم در صنف اولتون در سنف اول یاتون است ریاض بسیار شیرین و آسان بود دیگه نه عالم ریاض به اون شکل است به عنوان مثال شاگرد عزیز دقت کن سوال یک تا سیب جمع یک تا سیب چی میشه خب خنده نکو بگو آفرین دو تا میشه پس نوشتن میکنیم دو تا سیب. سایس دیگه نه سوال بعدی پنج تا سه جمع سه تا سه چی میشه پنج سه جمع سه سه چند میشه؟ آفرین هشت تا سه پس دقت کن یک تا سه بار نوشته میکنیم پنج و سه جمع چند میشه میشه هشت پس میشه جوابش میشه هشت تا سه سایس دیگه نه سوال بعدی دو تا سه جمع سه تا به عنوان مثال مالته دو سب جمع سه مالته چی میشه؟ پنج تا سب مالته باید نوشته کنیم بعضی ها میگه پنج تا سب مالته پنج تا سب مالتا خب سوال شاگردای عزیز آیی سعیست؟ میرج نبینم پنج تا سب مالته معنایش چی است؟ خب چند تاش سب است چند تاش مالته است؟ شاید باشه یک تا سب چهار تا مالته شاید باشه دو تا سه سه تا مالتا فهمیدن نمیشه نه پس غلط است پس سه با سه باید جمع شود مالتا با مالته فکرت باشه باید هم جنس باشه دیگه مو ده مکتب خوانده نمیگه sınıf اول دیگه نه پس فکرت باید باشه شاگرد عزیز که سه با سه جمع میشه با مالته جمع میشه چی میشه جوابش دو تا سه جمع سه تا مالته بگیم جوابش از این ساده تر از این اختصار تر نمیشه پس میشه خودش دو تا سه با سه تا مالتا دقیقاً خودش نشون میکنیم پس میشه دو تا سه جمع سه تا مالته. سیست پس فامیلی شد دیگه نه جمع و تفریق اعداد جزر هم به این شکل است باید دقیقا سه با سه جمع شود مالته با مالته جمع شود به چی شکل؟ به این شکل دقیق کن شکل دای عزیز دو تا دو جزر سه جمع پنج جزر سه دقت کن شاگردای عزیز کدام سه است دقیقا تحت جذر عدد تحت جذر باید دقیقا با هم مساوی باشد سه سه پس اینه چی هست دو تا سب جمع پنج تا سب به عنوان مثال جواب چی میشه هفتا سه پس نوشتن میکنیم هفتا جذر سه صحیح شد پس بس بسیار آسان شد دیگه نه جمع و تفریق اعداد جذر به این شکل است اما چی هست چیست سه با مالتا فکرت باشه دقیقا سه باید با سه جمع و مالتا با مالتا دو تا جزر سه جمع پنج تا جزر سه چی میشه میشه هفت تا جذر سه دقیق یک سوال دیگه دقت کن چقدر عزیز پنج جزر دو جمع سه جزر سه جواب چی میشه آفرین این سه است این مالتا است پنج جزر دو جمع سه جزر سه جمع نمیشه چرا چون دقیقا اعداد تحت جزر گفتیم دقیقا باید مثل هم باشد این چند است دو است سه است پس جمع ای جمع نمیشه فهمید چرا رقم شد دیگه پس خودش نوشته میکنیم جواب ندادم نوشته میکنیم پنج جزر دو جمع سه جزر سه پس چی میشه پنج جزر دو جمع سه جزر سه شد دیگه خب یک تا مثال دیگه کار کنیم می خب این مثال گوش کن شاگرد عزیز پنج جذر دو منفی هفت جذر دو یاردو منفی میشه؟ بله چرا منفی میشه؟ چون دقیقا چه است؟ اردوش سه است یا مالتف فرق نمیکنه جذر دو؟ جذر دو یک تا از جذر دو ها رو نوشته میکنیم فیست؟ مثل همون سه بود دیگه نه یک تا سه نوشته میکنن اعداد پشتش با هم با توجه به علامه شون جمع یا تفریق میکنیم خب در اینجا پنج علامه چی است علامه ندارد علامهش مثبت است آفرین میفهمیم عددی که علامه نداشته باشد علامت مثبت است پس پنج مثبت با هفت منفی هم علامه نیستن چی میشه از هم کم میشه درست است خیلی چند میشه میشه منفی دو پس منفی دو جذر دو درست است فهمیدید چی دیگه نه پس چه شد؟ 5 جذر 2 منفی 7 جذر یک تا از جذر 2 نوشتن میکنیم 5 مثبت با 7 منفی هم علامه نیستن پس از هم باید کم کنیم تفریق کنیم 5 و 7 کم کنیم چی میشه؟ میشه دو اما علامت عدد کلانتر بین 5 و 7 کدام کلان است؟ 7 کلان است منفیش میمانیم پس شد منفی دو جذر دو درست است؟ پس دقت کن شاگرده عزیز در جمع و تفریق جذر همون چی است؟ همون سه گفتم که باشه. دقیقا باید عدد تحت جذر و فکرت باشه درجه جذر باید شبیه هم باشد دقیقا مثل هم باشد به عنوان مثال نگاه کن به این شکل اگر باشد اگر باشد سه جذر دو جمع پنج جذر دو با درجه 3 درجه جذر ما در اینجا چند است؟ سه است در اینجا چند است؟ یعنی می یک جذر که درجه نداشته باشه درجهش دو است پس این دو است ای سه درست است اعداد تحت جذب با هم مساوی است اما درجهش مساوی نیست پس این هم جمع نمیشه فکرت باشه دقیقا باید هم درجه جذب مثل هم باشد هم اعداد تحت جذب پس هم خودش نوشتن میکنیم دیگه از ساده تر نمیشه میشه سه جذر دو جمع پنج جذر دو با درجه سه است. پس فکرت باشه برای جمع و تفریق اعداد جذردار گفتیم چی است سه و مالته باید دقیقا اعداد تحت جذر و درجه جذر دقیقا مثل هم باشد و اگر این شکل باشد به با عنوان مثال ده اینجا پنج جذر دو منفی 7 جذر دو یک تا جذر دو نوشته میکنیم این اعداد پشتشه با توجه به علامهش چی میکنیم با هم جمع میکنیم یا منفی میکنیم سه است پنج مثبت با هفت منفی هم علامه نیستن پس باید چی شود؟ کم شود کم میشه چند دو میشه علامت عدد کلانتر بین پنج و کدام کلان هفت پس منفیش میمانیم سعیس دیگه نفهمیدی چی شد پس شاگرده عزیز جمع و تفریق قعداد جفزا رو فهمیدیم و یک نکته بسیار مهم یک نکته بسیار مهم شاگرد عزیز دقت کن اگر به شک داشته باشیم ما دو ضرب در جذر سه دقت کن دو در سه ضرب نمیشه عدد ما در تحت جذر نباید ضرب شود با ضرب اعداد جذردار در جلسه بعد ما شما میخوانیم ولی فعلا این نکته خیلی مهمه که بین یک عدد و جذر ضرب باشد او رو میتونیم هیچ نوشته نکنیم به شک نوشته کنیم دو جذر سه پس بین عدد و جذر چه نباشد چی است علامهش؟ علامه ضرب یک نکته بسیار نکته مهم است که من دا اینجا نوشته کردم پس این هم نقطه آخر سعی شد پس عزیز فکرت باشه جمع و تفریق اعداد جذردار چی میشه؟ امو سه و مالته است صحیح شد باید تعداد تحت جذر و درجه جذر دقیقا مثل هم باشد خب شاگرد عزیز و گرامی ما جمع و تفریق اعداد جذردار رو با همدیگه دیگه خاندیم درست شد؟ صحیح است. خب ما و شما جمع تفریق اعداد جذردار خاندیم پس درس امروز ما و شما خلاص است خب حالا میریم چی؟ کارخانگی کارخانگی چی است تمرین های صفحات 18 و 20 کتاب رو باید حل کنید و ما روان کنید درست است شاگرد عزیز خب چه رقم روان میکنید شاگرد عزیز با نمبر 20964 780 255 40 13 سیست در واتساپ به ما روان کنید و اگر کدام گپی سوالی سخنی پیشنهاد انتقاد چیزی هم دارید میتونید با ما در ارتباط شید با همین نمبر که زیر نویس میشه بر شما درست است خب شاگرد عزیز موده نباشین، بخیر باشین، شما رو به خدای مهربان میسپارم.